به نام خداوند رنگین کمان و با احترام به تمامی عزیزان از دست داده توی ایران زمین تمامی قومیت ها ترک، لور، کرد، بلوچ، گیلک، مازن و تمام کسانی که توی ایران هستند. خیلی خوش اومدیم به این قسمت از ویدیو بعد هفتاد روز برگشتم و این بار میخوام در مورد تمامی آپشن هایی که توی فتوشاپ 2023 -20 اومدن با هم دیگه صحبت کنیم. هولوش یک ماه میشه که این نرم افزار اومده ولی امروز میخوام برم سراغش که ببینیم چه جوری. خودم هم دو سه روز نیست بیشتر نصبش کردم. پس خیلی احتمالاً باگی داره که متوجهش نیستیم و احتمالاً حالا بریم سراغش متوجه میشه. خیلی خوب قبل از حالا اینو ببندم یک دور همین ورودش رو ببینیم این اسکرین ورودش رو ببینیم به چه شکله که داره بالا میاد یه نکته تا زمان اینکه که بالا بیاد بهتون بگم اگر میخواین فتوشاپ 2023 رو نصب کنین حتما در کنارش یک نسخه قدیمی مثل 2021 2019 یا 2022 داشته باشین من خودم به شخصه 2021 رو دارم همونطور که میبینید که از اون استفاده میکنم برای نصب برای پروژه ها چرا چون که 2023 تازه اومده و باگ میزنه خلاص گند میزنه توی پروژه اگر بالا بیاد الان ما خیلی ممنونش میشیم یه دور حالا زدیم بازت کردیم زود بالا اومدی بستیم ناز نکن دیگه بالا بیاد تا این بالا بیاد بهتون بگم که توی این قسمت یه سری آپشن ها رو توضیح میدم و از اونجا که الان به نحوی که خیلی حوصله نمی کنید ویدیوهای طولانی ببینید ویدیوها رو کوتاه میکنم و آپشن های متفاوتش رو توی ویدیوهای کوتاه قسمت های مختلف در شب های مختلف میدم که در کنار هم دیگه باشیم لایک و سابسکرایب و زنگولی بغل هم یادتون نره کامنت هم یه کامنتی بذارین که انرژی بگیرم تو این یک ماه که نه دو ماه و خورده ای حقیقتا کامنت هاتون رو خیلی زیاد از قبل میخوندم دایرکت هاتون رو جواب میدادم تنشیسی بودش که انرژی میداد بالا نمیاد ساب مرده آه بله همونطور که میبینید اومد این عکس و این سبک و سیاقی که درست شده اگر یادتون باشه توی 2022 ترند شد دیگه و الان هم داره جواب خودش رو میده خیلی خوب محیط کلی نمافزار ارزم به حضورتون که اونقدر تغییر نکرده یه سری زلم زینبو اینجا اضافه شده که کلا این بخش فایل ارتباط پیدا میکنه به Creative Cloud یعنی اکانت Creative Cloud تو اگر وصل باشه این بخشه براتون کارایی داره حالا چیه داستانش یور فایلش که فایلایی که شما توی کریتیف کلود دارین آقا کریتیف کلود چیه کریتیف کلود اینه یک شبکه اجتماعی یه جورایی میشه گفت مخصوص کاربران کمپانی ادوبی که شما اونجا پروژه رو اشتراک میذارین حالا یکی میاد نظر میده یکی میاد ادیت میکنه یکی میاد چون تیم ورک میتونین کار کنین یعنی به صورت تیمی میتونین با هم دیگه کار کنید. شیر ویت یو دقیقا همون پروژه که با شما به اشتراک گذاشته شده لایت روم فوتو پروژه که توی لایت رومتون ادیت کردین و توی کریتیو uh, کلودتون به اشتراک گذاشتین و میاد اینجا قرار میگیره اینم دیلیتد دیلیتد چیه دیلیتد خیلی چیز جالبیه از 22 اگر اشتباه نکنم اضافه شده پروژه‌ای که شما زدین زار پی پاک کردین توی کریتیو کلودتون به مدت 70 یا 90 روز اگر اشتباه نکنم میمونه و شما از اینجا در واقع میتونید ریکاوری کنید این مخصوص کسانیه که مثلا میزنن پاک میکنن بعد میگن فلان خوردیم میخوایم برگرد و اینا میتونن از اون استفاده کنن اینم که هوم دیگه ریسنت پروجکت رو بهتون نشون میده پروجکت ریسنت داکیومنت ها رو بهتون نشون میده اما چرا اینقدر ریسنت داکیومنت من دارم من که گفتم تازه نصب کردم شما وقتی آخرین ورژن فتوشاپتون رو داشته باشید مثلا 2022 2021 رو داشته باشید وقتی بیان یه فتوشاپ جدید نصب کنین اونها به طور کل اطلاعاتش منتقل میشه روی فتوشاپ جدید یکی از خوبی هایی که میتونید در نظر بگیرید اما نکته که وجود داره چیه نکتهش اینه که همزمان نمیتونید چند تا فتوشاپ رو با هم باز کنید اما میتونید همزمان چند تا فتوشاپ رو با هم نصب کنید نه فوتوشاپ فتوشاپ 2021 -20 نصب دارم 2019 هم نصب دارم اینم که برای عدد دقیانوسه اینی هم که الان معرف حضورتونه برای 2023 -20 دیگه کلا مشخصه کار چیه میتونید چند تا فتوشاپ هم همزمان باز کنید اما بعدا ویدیوشو میذارم که چه در شرایط خاص میتونید انجام بدید کمپلت ماجرا دیگه اینه اینا هم که دیگه میشناسین چی دیگه اینا رو توی دوره از صفر توضیح دادم و میدونید خیلی خوب اینجا که من فضا رو باز کنم ورک اسپیس رو حالت ریکوردینگ میذارم که من خودم برم این گوشه اما میام اولین کاری که انجام میدم کنترل کی رو میزنم یا اصلا بیاین از این قسمت ادیت بیاین پایین آ آ پرفرنسز رو بزنید باز کنید خب اولین چیزی که اضافه شده تو این بخش پریفرنسز سرچ باره یعنی چیزی که شما میخواید و میتونید سرچ کنید مثلا من میخوام رم درگیر شده رو سرچ کنم میزنم رم اینجا تمام چیزهایی که در مورد رم باشه به شما میده خب بعد من اینا اویلیبل رم میزنم و خودش بر من میاره اینجا من میراتی چقدر زیبا شده چقدر راحت شده این یکی از آپشنهایی که تو این ورژن اضافه شده اما اینترفیس رو که شما میایید اینجا یه تیک نیوترال کالر اضافه شده مودش که چیه حالا کنسل رو بزنم این شی رو میبینین اینجا آبیه حالا این رو بزنم نیوترال کنم اوکی رو بزنم این دیگه آبی نیست یعنی با یه تم خونسا میگیره دیگه اینایی که اینطوری باتم ها یا دکمه های آبی دارن و خونسا میکنن شو اونقدر کاربردی نیست آپدیت دریوری کلا <تصیح> توی این قسمت یه سری آپدیت های دریوری و, و معرف حضورتون میکنم البته یه آپشن خوبم بهتون میگم جذابه اینجا دارم نگاه میکنم آپشن ها چون یه دونه دونه نوشتم بعد از اون میایم پایین تو این قسمت ایمیج پروسسینگ ایمیج پروسسینگ هم اگر اشتباه نکنم از فتوشاپ 2022 اضافه شده به داستان ماجرا اونم چیه توی سلکت سابجکت پروسسینگ دو متد پروسس داره یعنی دو حالت پردازش داره یه دونه دیوایس پروسس یا دیوایس کویکر ریزالت توی پرانتز نوشته کویکر ریزالت برای چی و اینکه میگه که آقا این حالت سریعتر بهتون نتیجه رو میده اما یه دونه داره کلود که میگه که دیتیلد یعنی چی یعنی میگه آقا با جزئیات بیشتریه یعنی کویک نیست سری نیست اما جزئیات بیشتری داره آها حالا فرقشون چیه بذارید رو کنسل بزنم ببندم اینا ببندم این عکسو باز کنم آقا ما اینجا عرضم به حضور شما که معمولا می مثلا آبجکت سلکشن رو می زدیم خود فتوشاپ اینجا می اومد یه سری رو انتخاب می یا این جسم رو شناسایی میکرد درسته اینطوری حالا یا اینو میتونیم خاموش کنیم اینجا اینطوری میزدیم به این صورت سلکت میکردیم خود فتوشاپ یه پروکسزی میکرد اینو انتخاب میکرد اوکیه قبول داری حالا فتوشاپ الان میگه آقا من دو تا متد دارم که شما میتونید انتخاب کنیم میگیم او چه متد داری که همین گوشه هم دوباره میبینید زبونش رو گذاشته میگه یه دونه یعنی خود سیستمتون چی تشخیص داد همون میگیم خب میگه یه دونه کلوده یعنی چی؟ همون کریتیف کلود که بهتون گفتم اینجا اینجا بر اساس نوع عملکرد تمامی کاربران ثبت میکنه که آقا مثلا این چجوری سلکت شده حالا یه کاربری مثل من مثلا میاد با پنتول اینو سلکت میکنه یکی میاد چه میدونم با یه چیز دیگه سلکتش میکنه به هر حال فتوشاپ هوش مصنوعیش پیشرفت میکنه و متوجه میشه او وقتی میگه سابجکت مثلا منظور این سابجکت است اینجاست دیگه من نیام اینطوری پرت و پلا پر سلکت نکنم هوشمندتر عمل میکنه به خاطر همین این قضیه به کنترل صفر دیگه کار نمیکنه آها نه کار میکنه ارزم به حضورتون که فتوشاپ زمان بیشتری میبره که به اینترنت وصل شه بره اون جاهای مختلف رو بررسی کنه از سیستم کلود تا سابجکت رو پیدا کنه اما خب دقیق تر کارش رو انجام میده از طرفی هم اگر روی دیوایس باشه که خب خود سی پی او اینا پروسس میکنن بر اساس پیکسل هایی که تضاد رنگی دارن تشخیص میده آبجکت رو انتخاب میکنه دیگه به همین راحتی دیگه, بیشتر از این مغزتون رو درد نمیارم اما از اینها که بگذریم یک آپشن زیبایی به فتوشاپ 2022 -20 اضافه شده که قبلا به ایلاستریتور اضافه شده بود از قسمت ویندو میایم اینجا گزینه داریم به اسم ماتریالز که باز میکنیم یه پنجره این شکلی باز میشه یک سری متریال داره متریال چیه؟ نگاه کنید مثلا ساختارهای متفاوت داره هگزاگون پترن مثلا هگزاگون سرامیک تایلز بعد اینا جالبه اینا مثلا چی هن؟ اینا یک سری اشکال تکرار شوندن که در کنار همدیگه قرار گرفتن و شما میتونید اینها رو بر اساس نیازتون کم و زیاد کنید و ازش برداشت کنید کاربردشون چیه جنس های متفاوتی داره مثلا چوب داره آهن داره یا مثلا بهش میتونید اضافه کنید از این پایین میبینید حالا چون آپشنی که تازه اومده شاید زیاد تو اینترنت الان نباشه ولی قاعدتا به مرور بهش اضافه میشه مثل براش ها میمونه دیگه اما تفاوتش مثلا با تکسچر یا پترن چیه تفاوتش با تکسچر و پترن اینه که شما اینجا میتونید به عنوان مثال رزولوشنش رو انتخاب کنید روی رزولوشن های مثلا میذارم آقا این میزان تکرارش توی چی میگن طول چقدر باشه یا میزان تکرارش توی عرض چقدر باشه میبینید کاملا قابل تغییره حتی رنگش رو هم من میتونم تغییر بدم و به این صورت در بیاد Uh, اما زیاد با این بخش ور نرید فعلا چون ور دوست داشتیدم برید مشکلی نداره یعنی ولی من ور رفتم یه بار حقیقتا آه همین دقیقا میخواستم همین رو بگم بسته میشه فتوشاپتون بسته میشه خیلی در حال حاضر نمیشه با این قسمت ور رفت همونطور که گفتم خب آپشن دیگه که تازه اومده دیگه گیج میزنه ریپ میزنه زیاد نمیشه ازش بهره برداری کرد ولی خب چیزی که اومده جالبه جذابه میتونیم ازش استفاده کنیم این بود از این اولین قسمت ویدیو مرسی که در ویدیو همراهی من بودین لایک و سابسکرایب بیارتون نره دمتون گرم توی قسمت های بعدی آپشن های جیش... جشت... نه بیشتری رو بهتون میگم